مرحله بعدی باید یاد بگیریم که این پروژه رو چیکار کنیم، دیپلویش کنیم. دیپلوی کردنش یعنی اینکه پروژه رو قابل نصب بکنیم. در کل محصول یه پروژه تحت ویندوز با زبان‌های 32 بیت تیم شد یه اگزه، معادلش در جاوا میشد یه جار فایل. در مدل وب اونا همشون صفحات رو جدا جدا تولید میکنن. مثلا من یه شاخه دارم 50 تا فایل توشه HTML و ASPX و PHP، یه شاخه بین دارم DLL و اینجور چیزا. اما در جاوا خیلی جالبه، وقتی پروژهتون روش راست کلیک میکنین میگین بیلد. من یادم نیاد پروژه کجا نیو کردم، اجازه بدیم ببینم. در جی پروژکت جاوا، اگر به مسیر پروژهتون رو مراجعه کنین، جی پروژکت جاوا، این هم وب تست، یک شاخه داریم با نام دیست. بچه ها کل پروژه شما شد این وار فایل. شما یه دونه فایل رو سرور آپلود میکنه تمامه، این کل پروژهتونه. عکس داشته باشین، نمیدونم هر چیزی که استفاده کرده باشین رفته تو این وار فایل. این وار فایل دوره یه فایل زیپه، اگه فورس کنین میتونین آنزیپش کنین، مثلا ببینین با دور شاخه بندیه. صرفا جمع و جور کننده است، وگرنه فرق با اون مدل ها نمی کن. اما دیپلوی کردنش چجوره؟ من نیاز به وب سرور آپاچی تامکت دارم، بسته مستقل نیست متاسفانه روی این کامپیوتر بتونشون بده، مگر اینکه خودم برم روی لوکال. فکر میکنم این شکلی رانش بکنم بتونم ازش جواب بگیرم. لوکال هاست 8084. بله، این در واقع، البته حالا باید بیایم توی قسمت تامکت منیجر، یوزرنیم ادمین، پسورد چی تایپ کردیم؟ ادمین، پسورد ادمین. پسوردش خب نداریم بچه، تو مرحله نصبش داره پسوردشو که چی باید بذاریم؟ ادمین 1 2 3. متاسفانه ران نمیشه. خب بعد بریم تو تنظیمات نت بینزمون، تو قسمت سرور برداریم، سرویسز، وب سرور، سرورز، تامکت، پروپرتیز. پسوردش این آیدیه، کنترل فور اگزیت یوزر ایز منیجر رول، اینه پسورده که با اون نشونش نمیده. شاید آیدی 1 2 3 باشه. بزن یه تست بگیریم. F5 ببخشت اینجا نمید. F5 آیدی 1 2 3، آیدی ادمین، منیجر. خب چی بزنم؟ ادمین 1 2 3، آیدی ادمین، ادمین. نه متاسفانه میتونم پسوردش رو ریست کنم که مشکل ما حل بشه، اما وب سرورشون از کار میفته به این خاطر که در واقع پسوردش رو یک سیف میکنم. هم بزنیم ببینیم توی تنظیماتش هست. اینم آخه یه نسخه امبدده، نسخه امبدد خیلی کانفیگوراشونش رو ست میکنن تا لوکالی فقط کار بکنه، اوکی؟ کس نمیتونه تغییرش بده. اما مثلا میشه تو بعضی از جاها شاید پیداش کرد. ببینم منیجرش رو دیگه هیچی نمیده. چی ویو ادمین کنسول تام کرد میتونه ببین استال بای دیفالت دانلود ادمین پکیج چیوزه که این در واقع منیجر رول تو کانفیگ. خب بچه ها متاسفانه نمیشد بتونشون بدم. تو قسمت منیجر که وارد میشدین، خب یوزر پسورد رو میزدین، توی صفحه باز میشه تمام وبسایتاتون رو به صورت یه فولدر نشون میده. یه پروژه مثل همین پنجره که اینجا میبینین، به پنجره در واقع نارنجن که اینجاست، خب همه رو نشون میده. جلوی هر کدومشون یه استوب داره، یه بلا موزیلا
کجا؟ اجازه بدیم بچه ما پسورد رو تونستیم کشف کنیم. اینجا بود که رفتیم جه دکمه شو رو زدیم پسورد رو نشون داد که کشف اون انجام شد. خب اگر بچه بیم توی منیجرمون، اینجا همون که خدمتون گفتم اینه پروژه‌ای که الان بازن. خب اینجا شما میتونید چیکار کنید؟ براتی استوپشون کنید، ریلودشون کنید، در واقع مثلا آیدل تایم اوتشون رو مشخص بکنیم. مثلا بگین که این اکسپایر بشه سشنش وقتی که 30 دقیقه. هر وب سرور جدا کانفیگ کنید. قسمت پایین میتونی یک ور فایل رو دیپلوی کنید. این ور فایل ممکنه روی سرور باشه. یه واقعا ور فایل پیش خودمونه. میتونی تو قسمت بروز ورمون رو سلکت می‌کنیم. الان روی وب سروریم مثلا ما. ور رو سلکت می‌کنیم. پروجکت جاوا وب تست دیست اینم وار دیپلوی رو میزنیم. بچه الان این وار فایل کپی شد توی در واقع فکر میکنم وب ای پی پیز در واقع تامکت. الان اینجاست، استارت هم هست. اوکی؟ اگه خواست حالا شخص میتونه روش کلیک کنه مثلا ببینه، این همون صفحه‌ای که ما الان نوشتیم با هم دیگه، این هم لاگین دات جی اس پی. اوکی؟ این رو وب سروریم، کاری دیگه به تامکت، کاری به نت بینز نداره. از همین جمع خواستیم میتونیم استاپش کنیم، بگیم فعلا این کار نکن، یعنی استاپ شدی دوباره استارتش بکنیم. اوکی؟ خیلی کانفیگوریشن وسیعی نداره توی این صفحهش، اما تا همین حد کار شما رو راه میندازه. مگه اینکه بریم به قسمت مثلا سرور استاتوس، مثلا وضعیت سرورتون رو می‌خوایم ببینیم که چی رانه چی ران نیست، چه اتفاقاتی افتاده. یه منیجری داره بچه‌ها که نصب نیست الان روی این کامپیوتر، روی این نسخه، چون نسخه امبدده. توی اون قسمت منیجر شما هر تنظیم بخواید میتونین انجام بدین نصب وب اپلیکیشنتون. بزنین ببینم منیجرش اینجا هست یا نه. اون موقع دیدم که پیغام داد که منیجر ستاپ نیست، باید خودت نصبش بکنی. ادمین بله نصب نیست. اوکی؟ یه منیجر خیلی پرقدرته که شما مبقی تنظیمات میتونه انجام بدین، اما با همین هم خیلی مشکلاتتون حل میشه، حداقل برای راه اندازی اولیش. این هم از این سیف میکنه بده.